محمدی ریشهری حاکم شرع سالهای پس از انقلاب و نخستین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در 75 سالگی درگذشت. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. محمد محمدی ریشهری با نام اصلی محمد محمدی نیک، طلبه مدرسه حقانی در حوزه علمیه قم و داماد علی مشکینی، روحانی نزدیک به خمینی بود. او در محاکمه و اعدام صادق قطبزاده، خلع مرجعیت از آیت الله شریعت مداری و برکناری حسین علی منتظری از جانشینی خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، نقشی اصلی داشت و در دوران تصدیش به عنوان حاکم شرع دادگاه‌های نظامی، ده‌ها افسر ارتش را به اتهام شرکت در کودتای نوژه به جوخه اعدام سپرد. ریشهری از مرداد 63 به عنوان نخستین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی کارش را در وزارت اطلاعات آغاز کرد و تا شهریور 68 در سمتش باقی ماند، دورانی که فعالان سیاسی آن را تاریک و سیاه توصیف می کنند. او پس از مرگ خمینی و به رهبری رسیدن خامنه‌ای تا سال 70 دادستان کل کشور بود و پس از آن آرام آرام به حاشیه رانده شد. در دیدگاه همراه با رضا علیجانی، فعال سیاسی و زندانیان دهه 60، پیشینه ریشهری و سوابق او در سمت‌های حاکم شهر و وزارت اطلاعات را بررسی می‌کنیم. آقای علیجانی، ریشهری چطور وارد حلقه قدرت در ایران بعد از انقلاب شد؟ با سلام. بررسی سوابق آقای ریشهری خیلی مهمه و اینکه چگونه وارد قدرت شد و سیرش چگونه بود. من ریشهری یک آدم خودشیفته جنایتکارم و ناکام میدونم و ورود و سیرش در قدرت اینو نشون میده. ما تو زندگی نامه ایشون میبینیم ایشون طبق تعاریف دینی و سیاسی که از خودش میکنه یک خودشیفتگی بسیار بالایی داره. خودشون مصداق برخی آیات بسیار تجلیل‌آمیز درباره پیامبران میدونه. توضیحات سیاسیش هم همین رو نشون میده. اما این آدم از کجا شروع کرد؟ این از مدرسه حقانی شروع کرد و داماد آقای مشکینی، یعنی اینها راهش رو باز کرد که وارد قدرت بشه. ولی متاسفانه ما اینکه ایشون چون سوابق قبل انقلاب چندانی نداشت، بنابراین نه اعتماد به نفس داشت، نه وزن زیادی داشت، نه ارتباطات زیادی داشت، بیشتر پشت صحنه کار میکرد و کمتر زیر نور افکار عمومی قرار گرفته بود. اون واقعا ریشهری نیمه پنهان، یه دولت پنهان، یه حلقه مفقوده جنایت و سرکوب در جمهوری اسلامی. یعنی ریشهری میتونست خیلی از نادیده‌ها و ناگفته‌های بزرگ جمهوری اسلامی رو عیان بکنه که نکرد، ولی شروعش از مدرسه حقانی و دامادی آیت الله مشکینی بود. پیش از اینکه نخستین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بشه، در سمت حاکم شرع چه کرده بود آقای علیجانی؟ اون خیلی کارهای مهمی کرده. اینجا من فقط خیلی فشورده بگم، یکی کودتای نوژه بود و اعدام بخش قابل توجهی از فرماندهان ارتش. خود کودتای نوژه خب نقاط مبهم و مشکوک زیادی داره. من فکر میکنم در یک جمهوری دو طرف ماجرا، یعنی هم کسانی که فکر میکردن دارن کودتا میکنن و هم این طرف که داره سرکوب میکنه، بازیچه یه سناریوی بزرگتری بودن که اون سناریو به دنبال ضربه زدن به ارتش ایران قبل از شروع جنگ بود. تصور کودتا در اون زمان واقعا تصور کودکانه بود، ولی نتیجه این سناریو یک لطمه بزرگ به ارتش بود. قطبزاده هم به هر حال داستان زندگیش قابل بررسیه، ولی اعدام قطبزاده حاصل فریبکاری مشترک سید احمد خمینی و ریشهری بود. آیت الله شریعت مداری و برخی آیت الله‌های دیگه که به نوعی آقای خمینی احساس که موی دماغش هستن و حزب خلق مسلمان هم، واقعا بیرحمی و قساوتی که ریشهری نشون داد، یعنی یه طلبه مثلا در اون سن و سال، در موقع 30 و چند سال، سیلی بزنه به یه مرجع بزرگ، خیلی جسارت و سنگدلی میخواد. حالا اونم حکایت خاص خودش رو داره. حزب تودم حالا داستان که چگونش لو رفت و اصلا چرا حزبی که داشت از جمهوری اسلامی حمایت میکرد دستگیر شد، یک حکایتی است. این که خب مرکزیت حزب توده ارتباطاتی با شوروی داشت، دنبال روی سیاست‌های اونا بودم، اینم یه داستانی است. اما شکنجه‌های وحشتناکی که اینها شدن برای اعتراف به کودتا، کودتایی که واقعا سندی براش وجود نداره، یا برخی افراد ارتشی که حالا گرایش توده‌ای هم داشتن، خب در خدمت کشور بودن، در جنگ نقشای مهم و میهنی اجرا کرده بودند. اتهامات شخصی که به اونها زده شد واقعا در یک دادگاه صالحه اثبات نشد. همینطور بازداشت سید مهدی هاشمی و توطئه که برای برکناری آقای منتظری شد، این هم یکی از مهمترین پرونده های آقای
ری شهری است که باسم ابعاد پشت صحنه این خیلی دقیق روشن نیست، ولی آیت‌الله منتظری تا حد زیادی در خاطراتشون این رو باز کردن. ری شهری در وزارت اطلاعات چه پی و پایه‌ای ریخت آقای علیجانی؟ وزارت اطلاعات زیر نظر رو در سرکوب‌های دهه 60 چه نقشی داشت؟ خب وزارت اطلاعات در اون دوران، حالا شکل‌گیریش یک حکایتی داره، بیشتر خط امامیات تأسیسش کردن. وزارت اطلاعات و دادستانی انقلاب که رئیسش لاجوردی بود، اینا نقش مهمی در سرکوب سیستماتیک مخالفین، همه مخالفین، نه فقط اونایی که دست به اسلحه برده بودن. حالا اونایی که دست به اسلحه بودن داستانشون رو باید از اول به آخر بخونیم، نه از آخر به اول. کارشون توجیه پذیر نیست، ولی یه مقدار واقع‌بینانه‌تر باید برخورد کنیم. به هر حال اینا نقش بسیار مهمی در سیستم سرکوب داشتن، در بعدم ورود به حوزه اقتصادی و نقش‌های کثیف سیاسی که برای اون زوبه در ولایت آخوندی که داشتن، برای حذف رقبا داشتن. مهمترینش و اوج این خشونت ها و قصاوت ها اعدامای 67 هست. ری شهری یکی از کسانی بود که واقعا در افکار عمومی، در اون حدی که مثلا پور محمدی مطرح شد، در حدی که رئیسی جنایتکار مطرح شد، مطرح نشده، در حالی که اینا مجری بودن. ری شهری جزء طراحانش بود. موسوی تبریزی از حاکم شهرهای بسیار سرکوبگر اون موقع میگه که شما داستان اعدامای 67 رو میخواد بدونید، بعد از آقای شهری بپرسید. من فکر میکنم اگر روزی اسامی طراحان این جنایت که در دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات آقای ری‌شهری و معاونینی که اون موقع داشت طراحی شد، اسامیشون بیرون بیاد، همه شگفت زده بشن. و متاسفانه این جزء مسائلی است که آقای ری‌شهری با خودش به زیر خاک برد. درباره رابطه ری‌شهری با خمینی برای ما بگید آقای علیجانی. اعدام قطب‌زاده، حذف شریعت مداری و منتظری توسط ری‌شهری که شما هم بهش اشاره کردید، چه تأثیری بر رابطه او با خمینی گذاشت؟ من فکر می‌کنم این سوال رو باید برعکس ببینیم. یعنی آقای الان برخی میگن آقای ری‌شهری به دنبال این بود که آقای منتظری رو برکنار بکنه، پدر خانم خودش آقای مشکینی بشه رهبر. این جزء حواشی و پاورقیای مسئله است. ماجرا درست برعکسه. ببینید، آقای ری‌شهری کسی است که بنا به خاطراتش هفته یک بار و بعداً هفته دو بار آقای خمینی رو می‌بینه. در اون موقع که سال به سال کسی اجازه ملاقات با آقای خمینی نداشته و نوبتش نمی‌شده، آقای ری‌شهری از کسانی است که هفته یکی دو بار آقای خمینی رو میدیده. یعنی آقای ری‌شهری اساساً کسی است که لبخانی و ذهنخانی میکرده نه تنها منویات رهبر رو، بلکه مکنونات قلبی رهبر رو. این میدونسته که آقای خمینی دوست داره آقای شریعت مداری کنار زده بشه، میدونسته که آقای خمینی از چه چیزهایی خوشحال میشه. در خاطراتش داره که یه بار میره بشه آقای خمینی، میگه این سران ارتش فکر میکنن فلاحیان و زهری نژاد رو میگه با هم اختلاف دارن. آقای خمینی میگه این از این شما ناراحت نباش، شما از این احساس خطر کن که اینا با هم یکی باشن. ببینید، اینقدر با آقای خمینی نزدیکه، آقای خمینی مکنونات قلبیشو که حالا میبینیم چقدرم در واقع ماکیاولیستیست با آقای ری‌شهری در میون میذاره. بنابراین من فکر میکنم آقای ری‌شهری خلخالی دیگریست با آقای خمینی، یه خلخالی ولی یه مدار عاقل‌تر و پیچیده‌تر با همون جاه طلبی هایی که در خلخالی وجود داشت. آقای علیجانی، به نظر میرسه ری‌شهری بعد از مرگ خمینی به نوعی کنار گذاشته شد، مناسب حاشیه‌ای گرفت. میخوام بپرسم ساختار قدرت در ایران بعد از خمینی چه تغییری کرد؟ به عنوان مثال رفسنجانی به عنوان رئیس جمهوری، خامنه‌ای به عنوان رهبر، چه نگاهی به ری‌شهری داشتن؟ حالا رفسنجانی رو خیلی نمیشه یکی کرد با خامنه‌ای. خامنه‌ای خیلی به تیم آقای خمینی و کسانی که اینقدر نزدیک بودن با آقای خمینی اعتماد نمی‌کرد. یعنی در واقع می‌خواست تیم خودش رو بچینه. آقای خامنه‌ای همون طرحی که حتی برای هاشمی رفسنجانی چی که یه مقدار کنار بزنه، یه پستایی بهش نمایشی بده، مثلا هیئت‌های خارجی میان دیدار کنن باهاش، اخبار تلویزیون بعد از رهبر اول اخبار و مثلا رئیس مجمع تشخیص مصلحت رو بگه، یه جوری به غلامیانه شیرمالی بکنه، ولی هاشمی زیر بار نرفت. ولی ری‌شهری رفت. ری‌شهری خوب بهش امارت در واقع جنوب شهر شاب‌دولزیم رو بهش دادن، به عنوان امیر حج معرفی کرد. آقای خمینی اول به سید احمد خمینی اینو پیشنهاد داد، سید احمد خمینی در واقع بهش برخورد، به بهانه اینکه مادرم راضی نیست در واقع تفره رفت آقای
ریشهری پذیرفت. آقای ریشهری بعد گفتن تو حوزه سیاست چون میدونستن یه جاه طلبیایی داره ولی خیلی خطرناک نیست چون تیم نداره، ارتباطات نداره، تیم امنیتی داره که اون تیم امنیتیش خیلیشون در واقع با بیت هم همکاری کردن. آقای محمد شریعت مداری وزیر شد، آقای پورنژاتی وزیر شد، بهش فعاد ریو دادن که این فعاد ری حالا خودش داستانی داره، از سال هلدینگ بزرگی است از شیر مرغ تا جان آدمیزاد درش هست، از سال 72 تا 91 فعال بودن، سال 91 ادعای زیان 1200 میلیاردی کردن و اینو ستاد اجرایی فرمان امام اومد خرید. اینجا منابع انتخاباتی بود، خب اینا جلو شفاف سازی منابع انتخاباتی دارن میستن، جلو FATF میستن، ولی تیمش آقای خامنه‌ای جذب کرد. من یادم یه بار در زندان دو الف که ما بودیم، افکار عمومی داخلی جهانی زیاد فشار آورده بود، یک هیئتی اومدن برای بررسی که زنده‌یاد خدا صابر بود، آقای رحمانی بود، بنده بودم، آقای گازیان هم بود تو اون اتاق، همین آقای محمد شریعت مداری که با سعید با مرتضوی آمده بودم و یه نماینده از وزارت اطلاعات، محمد شریعت مداری نماینده مشترک بیت و دولت آقای خاتمی بود. این نشون میده که تیم آقای ریشهری جذب آقای خامنه‌ای شده ولی خودش رو یه پله عقب زدن. در آخر آقای علی جانی میخوام نظر خودتون رو به عنوان یک زندانی دهه 60 درباره رئیس شهری بدونم. شما او رو چطور توصیف میکنید و مرگش بر شما چه تأثیری گذاشت؟ من واقعا اولین احساسی که به ذهنم رسید و درونم رسوخ کردیم بود که حیف شد. یعنی واقعا یکی از صندوقچه‌های اسرار برخی جنایت‌های مهم به ویژه اعدام‌های 67 به زیر خاک رفت. ولی این هم هست که سرکوب جنایت در جمهوری اسلامی متکی به فرد نیست، یک امر سیستماتیکه، افراد میرن جا به جا میشن، ریزش میکنن ولی سیستم سرکوب باقی میمونه. ولی متاسفانه برخی از نیمه های پنهان جنایت و سیاست در ایران در درون ذهن و قلب این گونه افراد هست که زیر خاک رفت و افکار عمومی ازش محروم بود. بسیار سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس، فرانسه. ممنون که همراه ما بودید.